من ساکن جهان هستم. من هیچ چیزی نمیدونم به جز بیسوادی خودم. خود را بشناس. اولین قدم به طرف دانش شک هستش. دوستان، این بعضی از گفته های سقراط هست، فیلسوف بزرگ یونان باستان، یا به گفته بعضی ها پایه‌گذار فلسفه، به اون فلسفه‌ای که ما بهش آشنایی داریم. خدمت دوستان عرض کرده بودیم که برنامه های قبل که فلسفه یونان به دو دسته تقسیم میشه، فلسفه یونان باستان، فلسفه قبل از سقراط و فلسفه بعد از سقراط، و صحبت کردیم راجع به بعضی از افکار فلسفه قبل از سقراط و تئوریاشون و نظریاتشون در مورد کهکشان. بعد از سقراط، سقراط که اومد اصلا فلسفه رو از این رو به اون رو کرد، اصلا عوضش کرد، همه چی رو عوض کرد و اون رو تبدیل کردش به یه سیستم جدید فکری که از اون موقع زیربناش رو همون خود سقراط گذاشت که الان ما میبینیم در قرن 21 اون نوع فلسفه نقطه آغازش برمیگرده به کارهایی که سقراط کرد و متدی که سقراط اون رو پیگیری کردش. دوستان، من فریدورز داودی هستم و به یک برنامه دیگه نگاهی ژرف به فلسفه خوش اومدید. دوستان، در برنامه های قبلی ما صحبت کرده بودیم راجع به تعریف از فلسفه چی هستش، اصلا انواع و شاخهای مختلف فلسفه چی هستش، و یه مروری هم کردیم به فلسفه یونان باستان قبل از سقراط، و حالا میخوایم امروز راجع به سقراط، یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ فلسفه یا تاریخ تفکر بشری بهتر بگم، میخوام یه مرور کوتاهی راجع به افکارش داشته باشیم. دوستان، سقراط کسی بودش که در یونان باستان در آتن به دنیا اومد. تاریخ تولدش 469 میلادی و روز مرگش هم بود 399 قبل از میلاد. سقراط پایه‌گذار سیستم جدید یا سیستم فکری فلسفه که اصلا فلسفه رو برد توی یه بعد دیگه. خود سقراط کسی بودش که جوانی پدرش سنگتراش بود و مادرش هم ماما، و در دوران جوانی دنبال حرفه پدرش رفت، سنگتراشی، که کار اون ادامه بده، ولی از همون جوانی تب به فلسفه داشت و به فلسفه علاقه داشت و فلسفه مطالعه میکرد، و بعد این رفت سربازی در جنگ داخلی یونان حضور پیدا کرد، جنگی که بین آتن و اسپارتا بودش، و در اون جنگ رشادت های زیادی هم از خودش نشون داد و به درجات مدال هم گرفت حتی در اون جنگ، که اون جنگ در نهایت آتن پیروز شد، و بعد از اینکه جنگ تموم شد برگشت از خدمت سربازی اومد و شروع کرد دنبال کار پدرش رفتن و سنگ تراشی و اینا، و در خلال اون مطالعات فلسفی هم انجام میداد. اصلا یه روح سرکشی داشت، علاقش عاشق فلسفه بود. و بعد از اینکه پدرش فوت کرد، یه ارث خیلی خوبی بهش رسید، یه پول قلمبه بهش رسیدش و دیگه نیازی نبود کار بکنه، لازم نداشت، از مالی دیگه کاملا تأمین بودش. به همین منظور کار ول کرد و رفت یه کار دیگه، رفت تو کار فلسفه. و یه مشکل خیلی بزرگی که سقراط داشت با فلسفه زمان خودش این بودش که میگفتش که فلاسفه قبل از اون همش کارشون این بودش که به موضوعات کهکشانی بپردازن، که مثلا جوهر کهکشان از چی ساخته شده، یا ماده‌های اولیه کهکشان چی هستن، و این مسئله رو سقراط خیلی اذیت میکرد به دو دلیل. یه دلیلش این بودش که میگفتش که اصلا ما که اصلا نمیدونیم یا نمیفهمیم، اصلا ابزارش رو نداریم که بدونیم که جوهر کهکشان از چی ساخته شده. ما داریم به یه مسئله میپردازیم که از قدرت درک ما خارجه، اصلا ما دانشمون یا علممون در اون حدی نیستش که بتونیم به طور قطعی بگیم که مثلا کهکشان از آتش مهمترین جوهر کهکشان از آتش هست، یا از آب هست، یا از زمین هست، یا از هوا هست، به این صورت. و همین و دوم این که حالا جوهر کهکشان چی هستش، از چی ساخته شده، به من چه ربطی داره؟ من میخوام برم دنبال یک فلسفه‌ای
که به مشکلات من رسیدگی بکنه، بتونه من رو آگاه بکنه، بتونه به زندگی روزمره من کمک بکنه. یک فلسفه که بتونه دنیایی که دارم داشت زندگی میکنم بهتر به من چی معرفی بکنه، به من دنیا رو بشناسه، یه سری قواعد زندگی رو به من آموزش بده. این فلسفه برای من مهمه، یعنی فلسفه انسانی. در واقع کاری که سقراط کرد این بودش که فلسفه رو از آسمونا و کهکشونا آورد روی زمین و دیدگاهش این بودش که مأموریت فلسفه این هستش که انسان در زندگی روزمرهش کمک بکنه، نه اینکه مثلا به مسائل کهکشانی بپردازه. به همین منظور سقراط اصلا مسیر فلسفه رو عوض کرد دوستان، فلسفه رو تبدیل کرد به یک دانشی که راجع به زندگی روزمره ما باش سر و کار داشت و سوالایی هم که بهش پرداخت و مسائلی هم که مورد بررسی قرار داد در رابطه با همین معقولاتی که ما هستش که ما در زندگی روزمره چی باش سر و کار داریم. از اون لحاظ این دیدگاه انقلابی که سقراط در فلسفه داشت و اون رو اجرا کرد اصلا مسیر فلسفه رو کاملا عوض کرد و تبدیلش کرد به یک سیستم فکری یا یک دانشی که در خدمت انسان و در خدمت جامعه باشه و نه اینکه مثلا بپردازه به سوالای کهکشانی و دنیا از چی ساخته شده و الی و بلی و چی صحبت. از اون لحاظ اهمیت فوق العاده ویژه سقراط داره و به همین منظور هم هستش که معمولا فلسفه یونان رو به دو بخش تقسیم میکنن، قبل از سقراط و بعد از سقراط. دقیقا به خاطر این اپروچی بودش که سقراط در فلسفه چی بهش دنبالش رفت و اصلا سیستم فلسفی رو عوض کردش. اون شاخه‌ای که فلسفه، شاخه فلسفی که سقراط خیلی بهش علاقه داشت و روش کار کرد، شاخه‌ای بود به نام فرضیه دانش یا اپیستمولوژی. در برنامه‌های قبل راجع به این شاخه ما صحبت کردیم، تعریفش کردیم و سوالا و کلاً بود این شاخه فلسفی رو براتون توضیح دادیم. من پیشنهاد می‌کنم اگه دوستان ویدیوهای قبلی رو ندیدن برن در یوتیوب هستش، میتونن برن ببینن و اونجا توضیحات کامل راجع به این تئوری دانش من ارائه دادم که آشنایی داشته باشن. یه مقدمه‌ای بودش که بدونن که توضیح داده شده که اصلا تئوری دانش چی هستش یا فرضیه دانش چی هستش و این شاخه فلسفی شاخه‌ای بودش که سقراط چی بهش علاقه داشت و اصلا می‌خواست بدونه که ما اصلا چطوری چیزها رو می‌دونیم و چگونه می‌دونیم و چطوری و اصلا از کجا دانش ما از کجا میادش. و متدی هم که استفاده می‌کرد بهش میگفتم متد دیالکتیک. حالا دیالکتیک متدی هستش که فوق العاده مهم هستش به خصوص، و این متدی هستش که بعدها فیلسوفای دیگه هم ازش کم و بیش استفاده کردن. مثلا بعدش مثلا میبینون افلاطون که برای ارسطو اومد ازش استفاده کرد و این متد ادامه پیدا کرد تا همین امروز. و جایی که خیلی خیلی مهم میشه در تاریخ که حالا بعداً بهش خواهیم رسید این هستش که مثلا یکی از فیلسوفای قرن 18 آلمانی به نام هگل مثلا از این سیستم خیلی استفاده کرد و از کل فلسفهش بر پایه همین دیالکتیک اصلا گذاشته شده بود که بعد همین سیستم به وسیله شخصی به نام کارل مارکس استفاده شد که اصلا فلسفه مارکسیستی و سیستم تفکری و مکتب مارکسیستی از اونجا چی شروع شد و همه دوستان میدونن که چه اهمیت فلسفه مارکسیستی رو ما همه دیدیم و حس کردیم و میدونیم و میدونیم که انقلابای کمونیستی و قیام‌ها و حکومت‌هایی که بر پایه و اساس فلسفه مارکسیستی ایجاد شد در اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و اصلا کلاً کشورهای کمونیستی و جهان کمونیسم و چقدر اصلا سیستم فکری و زندگی ما مستقیم تحت تاثیر قرار داد. و این سیستم دیالکتیک سیستمی بودش که سقراط به قول معروف اون رو اختراع کرد و ازش استفاده کرد، البته به صورت خیلی ابتدایی و محدودش. فلسفه دیگه که اومدن این سیستم خیلی خیلی گسترشش دادن، ولی نقطه آغازش از کی بود؟ از سقراط بودش. به همین منظور یه سیستمی هستش که کل هدفش این هستش که از کلمه خود دیالکتیک از کلمه یونانی هستش و از کلمه دیالوگ میاد. دیالوگ یعنی صحبت کردن، وقتی یک دو نفر با هم دیگه صحبت میکنن و در این پروسه صحبت کردن یا جر و بحث کردن از هم دیگه چیز یاد میگیرن.
این به صورت خیلی ابتدایی دارم خدمتتون عرض میکنم، ولی حالا ابعاد دیگه ای داره که خود حالا در ادامه برنامه راجع بهش صحبت خواهیم کرد. ولی کل صحبت سقراط این بودش که میگفتش که زندگی، تنها زندگی که ارزش زندگی کردن داره، زندگی خوب هستش. و میگفتش که من فقط موقعی میتونم زندگی خوبی داشته باشم که فرق بین خوبی و پلیدی رو بدونم. و خوبی و پلیدی هم یه سری کانسپت هایی نیستن که نسبی باشن، بلکه به صورت نهایی هستن یا ابسولوت هستن. و تنها راهی که ما میتونیم بفهمیم که خوبی و پلیدی چی هستش، با پروسه سوال کردن و استفاده از منطق و برهان هستش. و بازم سقراط میگفتش که به این صورت هستش که مورالیتی یا اخلاقیات و دانش با همدیگه مربوط هستن، یه ارتباط خیلی مستقیم، ارتباط کاملا مستقیم بین اخلاقیات و دانشی وجود داره. و زندگی که تو زندگی که شما دارید در زندگی میکنید، زندگی که دارید، اگر سوال نکنید، اگه پرسشی نداشته باشید یا عقایدتون رو زیر سوال نبرید، اون زندگی یه زندگی هستش که بدون اخلاقیات هست و یه زندگی هستش که در ناآگاهی کامل داره چیز سپری میشه. چون به نظر سقراط دانش و اخلاقیات رابطه مستقیم با هم دارن. و اگه شما فقط زندگیتون رو بدون پرسش و سوال کردن یا زیر مورد بررسی قرار ندادن افکارتون رو بخواید سپری بکنید و دنبال بکنید و اینا، هم نه تنها بی سواد هستید، بلکه اصلا اخلاقیات هم براتون چی هیچ معنی نداره. پس زندگی که مورد بررسی قرار گرفته داده نشده، زندگی که مورد بررسی قرار گرفته، این مورد بررسی قرار ندید، اصلا زندگی نیستش که ارزش اون رو داشته باشه که ما بخوایم چی ادامهش بدیم یا بخوایم زندگی بکنیم. چون میگم شما وقتی که همه چی رو همونجوری که بهتون دادن قبول میکنید و هیچ وقت هم مورد پرسشش قرار نمیدید، اون زندگی، زندگی اصلا ارزش زنده بودن نیست، زندگی کردن نیستش، این اصلا ارزش نداره که زندگی بکنیم، اصلا به درد نمیخوره اون زندگی. اون یه زندگی هستش که بدون اخلاقیات هست، بدون دانش هستش و در تاریکی کامل شما دارید چی زندگی میکنید. این دیدگاه اولیه سقراط هستش. حالا مسئله ای که خیلی جالب هستش این هستش که سیستمی که سقراط استفاده میکرده، همچنین گفتم سیستم دیالکتیک بوده. یعنی این کارش چی بوده؟ این آقای سقراط کارش این بودش که چون دیگه کار نمیکرده، یه ارث خیلی خوبی از پدرش بهش رسیده بوده، داشته خودش مطالعات فلسفی اینو انجام میداده و کارش این بودش که هر روز پا میشده میرفته مثلا بازار آتن یا مکانی، جایی که در شهر آتن بودن که جمعیت زیاد بودن و اینا، میرفته اونجا میشسته و شروع میکرده با مردم جر و بحث کردن. میرفته مثلا راجع به یه دم همیشه دورش جمع میشدن، یه ده خیلی زیادی، و به قول معروف مناظره میکرده با افراد. و این افراد کیا بودن که باهاشون مناظره میکرده؟ این افراد کسانی بودن که مثلا در زمان خودشون انسانهای بسیار بسیار مثلا با نفوذی بودن، با قدرتی بودن، خیلی ادعاشون میشد، خیلی میگفتن با دانش هستیم، اله هستیم، بله هستیم، فلان اینا. و کار سقراط چی بود؟ که مثلا بشینه با اینا صحبت بکنه و ازشون مثلا سوال بکنه، نه اینکه جر و بحث بکنه باشون، بلکه فقط سوال بکنه. که مثلا هدفش هم از این سوالهایی که میکرده این بودش که به طرف بفهمونه که اون ادعایی که شما داری که مثلا راجع به این موضوع دانش داری یا میدونی یا مطلع هستی یا متخصص این رشته، مثلا رشته هستی و اینا، که چقدر شما راجع به این کم میدونید یا اصلا چقدر بی سواد هستید راجع به چیزی که ادعا میکنید که همه چی راجع بهش میدونید، متخصصش هستی. هدفش یعنی واقعا همین این بودش. هدفش این نبوده بخواد پوز بده یا خودشو بخواد مثلا نشون بده که چقدر با سواده و اینا، اصلا به هیچ وجه اینطوری نبوده. تنها هدفش این بوده که کسی که فکر میکنه یه چیزی رو میدونه در واقع هیچی نمیدونه. و این کارو چیکار کرده؟ این که مثلا میشسته با طرف، مثلا خب ازش میپرسیدی که خب شما که مثلا ادعا میکنید که راجب متخصص مثلا
عدالت هستید یا عدالت رو میفهمید یا میشناسید یا میتونید مثلا اجراش بکنید، به من بگید که مثلا معنی از عدالت چی هستش، حالا منظور شما از این موضوع چی هستش، منظور شما از اون مقوله چی هستش. همینجا که همچین سوالا رو دونه دونه میپرسیده خب، و مردم هم جمع میشدن تماشا میکردن، این نه با شربست میگره نه چی، فقط سوال میکرده، مشخص میشه یه طرف چی هیچی حالیش نیست و نمیدونه، خورش هم نمیدونسته که هیچی حالیش نیستش، و به این صورت با این کارش فکر میکرده که داره خدمت میکنه نه تنها به خود طرف که خورش بفهمه که واقعا سواد نداره، واقعا اون چیزی که فکر میکرده میدونسته رو نمیدونه، بلکه کمکی هم بکنه به رشد چی افکار فلسفی و رشدی کمک بکنه به آموزش جوانانی یا مردم شهر آتن. یکی از مثلا نمونه هاش هستش که مثلا یکی از کارهایی که میکرده مثلا با یکی که صحبت میکرده راجبه مثلا خدایان، خب شخص مثلا مدعی شده بود که خدایان همه چی رو میدونن، همه چی واقف هستن، و مثلا خب سقراط میپرسه که خب شما فکر میکنید که خدایان همه چی رو میدونن درسته؟ و طرف میگفته بله، به خاطر اینکه خدا هستن، همشون خدایان هستن، چون یارتون از دوستان در سیستم مذهبی یونان و باستان تک خدایی نبوده، چند خدایی بوده، خود یه خدای اصلی بوده، زوس بوده، زئوس بوده و خدایی دیگه که زیرش بودن اینا، ولی سیستم چند خدایی بوده و اینا. طرف میگه که آره بله، به خاطر اینکه خدا هستن. بعد سوال بعدی سقراط این بودش که خب پس آیا خدایان با هم دیگه قایقات اختلاف نظرم دارن؟ و طرف میگه بله خب طبیعتاً گاهی قات با هم دیگه جر و بحث میکنن. پس بعد سقراط میگه پس خیلی خب، پس قبول داری که خدایان گاهی قات راجب اختلاف نظر دارن، راجب این که مثلا چی درسته چی غلطه؟ نه. طرف میگه خب آره لابد دیگه، حتما واسه همینه که با هم دیگه جر و بحث میکنن گاهی قات. پس سقراط میگه بس نه، چی میگیریم که گاهی قات بعضی از خدایان میتونن اشتباه بکنن درسته؟ و طرف هم میگه خب آره راست میگی، ممکنه گاهی قد اشتباه بکنم. پس برگردیم به حرف اول خودت، سقراط میگه پس خدایان همه چی رو چی نمیدونن طبیعت. یه مثالش هست. و مثلا من خودم خاطرم هست دوستان که من در دانشگاه حقوق که بودم، یکی از چیزهایی که به ما یاد میدادن سقراطیک متد بهش میگفتن یا سیستم سقراط گونه، که همین دقیقا این هستش که شما با از طریق سوال کردن این ساده بتونید چیکار بکنید اون اشتباهات و تضادها و مشکلاتی که در صحبت مثلا شاهد هستش رو دونه دونه بتونی بکشی بیرون. مثلا این متد رو ما یاد میدادن در تدریس میکردن، حتی بگذاریم اون کسایی که استادایی که این متد رو تدریس میکردن خودشون هم زیاد حالیشون نمیشد، یعنی خودشون هم زیاد اطلاع نداشتن، ولی حداقل این بودش که این یه متدی بودش که راجبش در مثلا در دانشگاه حقوق ما راجبش صحبت میشد، اصلا یه کورسی بودی، کورس مخصوص این مسئله بودش. و خیلی مهم هستش که یه وکیل مثلا من خودم تو رشته کاریم از این متد خیلی استفاده میکنم، چون یکی از مهمترین ابزاری که یک وکیل داره، یه وکیل مدافعی که میره تو دادگاه و تو کار محاکمه و اینا هستش، این هستش که وقتی شاهد میاد یه ادعایی میکنه یه حرفی میزنه، بتونی با سوالای ریز دونه 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 همینجور تمام تضادها و اشتباهات و صحبتهای غیر معقول این شخص شاهد رو چی دونه دونه بتونی بکشی بیرون و نشون بدی به خود طرف، به قاضی یا کسای دیگه که توی این دادگاه در این محاکمه مشارکت دارن، بتونی نشون بدی که این فرد چی اشتباه داره میگه یا صحبتش قابل قبول نیست یا غیر منطقی هستش. و این سیستم و این متد سقراط گونه هستش یا سقراطیک متد بهش میگن، که خیلی مورد استفاده هستش حداقل تو رشته کاری خود من، و خیلی هم مهم هستش، یعنی یکی از ابزار خیلی مهمی هستش که هر وکیل با تجربه باید چی داشته باشه باید ازش استفاده بکنه. اینو گفتم به خاطر اینکه می‌خواستم یه مثال بزنم که چطور این سیستم چی استفاده میشه در همین امروز در دنیای امروز و اینا. و این مسئله ای که متدی که دیالکتیکال متدی که استفاده میکنه، سقراط نظرش این بودش که شما وقتی که کل هدف فلسفه این هستش که معنی زندگی رو چی آدم بتونه کشف بکنه، بتونه درک بکنه،
و اینکه انسان باید خودش رو بشناسه و زندگی، هدف از زندگی، زندگی خوب هستش. و تنها راهی که شما میتونید زندگی خوبی داشته باشید اینه که بتونید در خودتون آرامش بتونید ایجاد بکنید. و آرامش هم به چه صورت هستش؟ به این صورت نیستش که شما اون نوع زندگی که همه میکنن یا اخلاقیات جامعه رو دنبال بکنید و هرچی که بهتون میدن قبول بکنید و این رو چی هادی راهتون قرار بدید. به هیچ وجه اینجوری نیستش. منظور از اخلاقیات اصلا این نیستش. و شما یعنی راه خودتون رو تو زندگی باید خودتون پیدا بکنید، مستقل از اخلاقیات جامعه، مستقل از قوانین جامعه. رو شما خودتون باید مطالعه بکنید، باید امتحان بکنید، باید مورد پرسش قرار بدید که زندگی خوب برای شما چی هستش، چه راهی رو زندگی میتونید پیدا بکنید که در درون خودتون چیکار بتونید آرامش ایجاد بکنید. به این نوع زندگی سقراط میگفت زندگی خوب. و تقوا یک چیزی بودش که در زندگی میگفت خیلی مهم هستش، به خاطر اینکه یکی از بزرگترین مسائلی که در زندگی هست تقوا هستش. و تقوا به این صورت هستش که شما انسان در کل هیچ وقت به پلیدی رو نخواهد آورد یا به کار مثلا به طرف پلیدی گرایش پیدا نخواهد کرد. هدف از انسان، هدف از انسان بودن، هدف زندگی این هستش که آدم کار مفید بکنه، کار خوب بکنه. و اگر انسان ها کار پلید میکنن یا پلیدی ازشون سر میزنه، علتش به خاطر بی‌اطلاعیشون هستش، به خاطر اینکه زندگیشون هیچ وقت زیر مورد پرسش قرار ندادن، مورد آزمایش قرار، افکارشون رو مورد بازنگری قرار ندادن. و اینج وقتی شما این کارا رو نمی کنید، وقتی که فقط اون چیزی که به شما گفته میشه رو قبول میکنید و همون زندگی رو شما چی دنبال میکنید، اون موقع هستش که ممکنه پریدی ازتون سر بزنه، چون واقعا اطلاع ندارید و نمیدونید و دانشش هم ندارید. به همین منظور سقراط، برای سقراط پلیدی مساوی هستش با بیسوادی و نیکی مساوی هست با دانش. یه صحبت دیگه هم که سقراط داره این هستش که زندگی که مورد بازرسی قرار نگرفته، مورد بازبینی قرار نگرفته، منجر به سردرگمی میشه. و درست مثل یک انسان مست که دائما در حال گیجی و سردرگمی و اینا، کسی نمیدونه کسی دوربرش چی داره میگذره و اینا، زندگی بدون بازنگری شبیه یک آدم مست هستش. و برای اینکه روح شما بتونه آرامش در خودش ایجاد بکنه، فقط تنها راهش اینه که شما به دانش دست پیدا بکنید و تمام افکار و زندگی و عقاید خودتون رو چی مورد بازرسی، بازبینی قرار بدید. به این صورت دوستان، و اتفاقی هم که افتاد برای سقراط که بسیار جالب بود در نوع خودش، این بودش که وقتی سقراط میرفت توی شهر و دائما با افراد صحبت میکرد و باهاشون جر و بحث میکرد و مورد مؤاخذه که نه، یعنی نشون میداد که چقدر واقعا بی سواد هستن، این آدم کلی واسه خودش دشمن درست کرده بود در شهر آتن. و این افراد خیلی پرقدرتی هم بودن، افراد با نفوذی بودن، افرادی بودن که هم از نظر سیاسی هم از نظر مالی در موقعیت خیلی مقامای خیلی بالایی بودن، که اینا رو تک تک اینا رو چی خسورات میومد توی شهر جلوی مردم خیت میکرد یه جورایی. و طبیعتاً وقتی شما این کار میکنید خیلی دشمن واسه خودتون دست پا میکنید دیگه. و شرایط اونقدر بغرنج شد و اونقدر بحرانی شد که سیاستمدارهای شهر اصلا اومدن سقراط دستگیرش کردن به جرم فساد یا اشاعه فساد در میان جوانان آتن. دستگیرش کردن، محاکمش هم کردن و در محاکمه‌اش هم هیئت منصفه‌اش 3000 نفر از ساکنان شهر آتن بودن که اکثرا رأی به چی دادن؟ به محکومیت سقراط دادن. و در نهایت سقراط محکوم شد و جرمش هم چی بود؟ اعدام بود. یعنی باید جام زهر رو می‌نوشید در طبق
حکمی که صادر شده بود. و جالب اینجا این بودش که اون شبی صبحی که قرار بود که تو زندان که بودش که بره جام زهر رو بنوشه، شاگردای خیلی زیادی داشت سقراط که دور و برش جمع شده بودن و بهش گفتن که اومدن که آزادش بکنن، یعنی یه ترتیباتی داده بودن که شبونه سقراط از زندان آزاد بکنن، ببرن توی شهر دیگه، برن توی خارج از آتن، دور از آتن، که بتونه زندگیش ادامه بده. و کلن اون افرادی سیاستمداری هم که میخواستن سقراط رو اعدام بکنن، یعنی حکم برش مثلا صادر کرده بودن، زیاد انگیزه نراشتن که خودشون هم خود زیاد انگیزه نراشتن سقراط کشته بشه، یعنی راضی بودن که یه جوری شبونه فرار بکنه که در مجبور نشن که بکشنش. و رفتن که از زندان آزارش بکنن و سقراط حاضر نشد، حاضر نشد که زندان بیاد بیرون. گفتش و هدف و میدونست که صبحش قراره اعدامش بکنن و کاملا آماده بود برای اعدام شدن. و صحبتش هم خیلی ساده بود، میگفتش که فلسفه نیاز به یک شهید داره و من میخوام شهید راه فلسفه بشم، من میخوام اولین شهید فلسفه باشم، چون بدون شهید فلسفه چی رشد نخواهد کرد. و اون رسالت من در زندگی این همین هستش، اگه تنها کار مثبتی که در زندگی میتونم بکنم مرگم و شهادتم باشه در راه فلسفه، میخوام این کار رو انجام بدم. و هر چقدر هم شاگرش بهش اصرار کردم بهش گفتن، گوش نکرد و موند زندان، موند. صبحشم بردن جام زهرم بهش دادن، نوشید و مرد. و به این صورت سقراط تبدیل شد به اولین شهید راه فلسفه. و این سقراط رو اصلا میبره توی یه مرحله دیگه، توی یه بعد دیگه. و طبق گفته بسیاری از فیلسوفین اصلا پدر فلسفه در واقع سقراط هسته، سقراط هستش. و اینم بگم دوستان، هیچ نوشته از سقراط وجود نداره، یعنی جایی نه کتابی نوشته، نه مقاله‌ای نوشته، نه هیچی. تنها آشنایی ما از سقراط نوشتگان دیگران بوده ازش، به خصوص افلاطون، و افلاطون یکی از شاگردای سقراط بود. و ما از فقط طریق نوشته افلاطون و چند نفر دیگه سقراط رو میشناسیم. و عرض کردم یکی از مهمترین شاگردای سقراط افلاطون بود که اونم تبدیل شد به یکی از بزرگترین فلاسفه تاریخ بشر، که حالا در برنامه بعد راجع به افلاطون هم با شما چی صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون که دوستان با ما بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدارم.